این برسان همیشه میفهمد که اگر شما میخواین که مرگ رو فراموش نکنین، هفته یک بار سر بزنین بر قبرستان تا آخرت رو بیاتون بیارین، مرگ رو بیاتون بیارین تا باشد که آخرت غافل نشوین. این انسان هایی رو که اینجا میبینین همهشان خواب کردن و از این دنیای فانی رفتن، روزی مثل من تو میروشیدن، میخوردن، زندگی میکردن و در بین ما زندگی آرامی داشتن. اما امروز در اینجا همهشان خواب کردن. ای انسان بدان که روزی تو هم اینجا آمدنی هستی. این پدری را که میبینید، این پدر بزرگوارم بود قبل از اینکه بیای ما به طرف افغانستان. امروز صحبت کردم و با کلام خیلی زیبا برایم دعا کرد و برایم دعا داد. غافل از اینکه فردای زندگی و حیاتش تمام می شود. پس چه زیبا هست که همه انسان ها این را درک بکنند که ما از ثانیه و دقیقه بعد خود خبر نیستیم. انتظار نکشیم که چه وقت قیامت میاد. حدیث از رسول صلی الله علیه و آله فقط ما تا قامت قیامت. زمانی که مرگ به سراغت آمد قیامت تو برپا می شود. این پدرم دو ماه قبل می خورد، می نشست، صحبت می کرد، به مسجد می رفت، با مردم در اجتماع بود. اما امروز این زیر خاک هست. فقط یگانه چیزی که بعد از فوتش به دردش می خورد، من اولاد اگر در حقش دعا بکنم، اگر درختی شونده باشد از سایش مسافر استفاده بکند، آب کنده، چای کنده باشد از آبش استفاده بکنن، در مسجدی ساخته باشد مردم در اون نماز ادا بکنن، تا ابد برایش این صدقه جاری است میرسد. اما متاسفانه ایده ما و زمانی که شخص فوت میکند، از مردداری خود ما غم جور کرده ایم، غم به این جور کرده ایم که مردده در غم مرده اش نیست، در فکر این است که چطور سه شب جور بکند، چلش جور بکند، سالش جور بکند. در حالی که اسلام اینقدر سخت نگفته، لا اله الا دین، در دین سختی نیست، این ما هستیم این دین را سخت کرده ایم. دین را برای خود سخت نکنید، دین سخت نیست، این ما هستیم که زمانی که شخص فوت میکنند هزاران موارد را در پشتش میچسبانیم و میخواییم که برنامه هایی داشته باشیم به خاطر آرامی روحش. نخیر، فقط یکانه چیزی که بعد فوت با دردش میخورد، اون اولاد صالح 85 موضوعی را که یادآور شدن که پیامبر صلی الله علیه که بعد از فوت یک شخص صدقه جاری است. پس ای انسانی که در صفحات مجازی، ای انسانی که در یوتیوب، ای انسانی که در تیک تاک فعالیت میکنی، فعالیت داری، این را بدان که روزی از روزها در این زیر زمین دفن میشوی و ملکی میاد مقرب است، از ستپرسان میکند. کاری نکن در صفحات مجازی یا در زندگی حقیقیت که بعد از فوت هم گناه جاریه برایت باشد. صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله پرسید که دنیا را کی برد؟ گفت دنیا را کسی برد که بعد از فوتش هم صدقه جاریهش جاری باشد. گفت چطور؟ رسول الله برش فرمود که آن کس که عمل خیری را پخش میکند و بعد از فوتش هر کس به او عمل میکند، مستقیم برایش میرسد، این صدقه جاریه است. و هر کس موضوع شر را پخش میکند و هر کس به او عمل میکند، در قبر هم برایش میرسد. ای انسان غافل، ای انسانی که برنامه های متواتر داریم که من به این برسم و آن برسم، این را به دست بیارم، آن را به دست بیارم، ساعت بعد خود من هم خبر ندارم که شاید ساعت بعد من در کنار پدر بزرگوارم دو خوابم مرا دفن کند. پس ای انسان اگر میخوایی مرگ رو فراموش نکنی، سر بزن به قبرستان، نگاه بکن به قبرستان، فکر بکن، تفکر بکن که ای انسان روز مهمنسه اینا هم مثل من زندگی میکردن، زندگی داشتن، در بین ما مینشستن، مینوشیدن و زندگی فکر میکنن زندگی جاویدان داریم، برنامه های داشتن. اما امروز با همان آرزو و برنامه هایش و زیر خاک دفن شد. ای انسان مغرور نشون، تکه گوشتی بیش نبودی که الله سبحانه و تعالی در رحم مادر تو را پرورید. بالاخره بعد از 9 ماهی با اون مشکلاتی که تای مراحل داره به دنیا آورد، این راه مردی یا اسلامی نیست که بعد از آمدن به دنیا علی الله قیام بکنید و خود را قوی جلو بدید، در حالی که الله سبحانه و تعالی که ای انسان تو بسیار ضعیف هستی، چطورا مغرور کرده؟ مغرور نشوید، در حق دیگر خود دعا بکنید، این دوغار آقا دوست داشته باشیم،
قبل از اینکه در زیر این خاک دفن شویم چه بهتر است که قدر یک دیگر خود را بدانیم. قبل از اینکه اینجا بیاییم چه زیبا هست که بعد از فوت خود دینداری، اخلاق این همه به جا بگذاریم. این پدر بزرگوارم هیچ چیز را با خود نبرد، حتی تسبیح که ذکر میکرد در خانه هست باش نبانست اینجا بیارن. فقط با هم وقتی که با دنیا میای با یک تکه سفید میپیچاننن، وقتی که از دنیا هم میری با چنین تکه سفید را میپوشن و دفن میکنن. پس این همه غفلت ها بکی ای انسان غافل مشو، روزی مرا هم اینجا میارن، تو را هم اینجا میارن. پس با الله مبارزه نکن، این را بدان که تو پیروز نخواهی شد و تو به عمق زمین خواهی رفت. پس ای انسان تو اینجا میبینی همه این انسان ها خواب هستند، همه این ها شاید بعد بگیر که ای انسان غافلی که امروز اینجا استاده هستی تقوا پیشه کن، عمل صالح انجام بده، نماز بخون که امروز اینجا آمدنی هستی. وقتی که تو سیاد بسته شد زمینه توبه اگه برای من تو مصفایی امیدارتون پر از اینه که برشون در آخر حق همه گذشتگان دعا بکنید، در حق من بنده فقیرم عاصی هم دعا بکنید تا بتانم آن مسئولیتی که در قبال پدر خود و فامیل خود دارم بعد از فوتش ادا بکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.